نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی شنبه شب مطابق با 12 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم جواز قضاوت از سوی حاکم شرع فرمودند: اگر حاکم شرع و فقیه جامع و شرایط به یکی از مقلدین خود که مجتهد نیست اما نسبت به مسائل شرعی آگاهی دارد اذن دهد، میتواند قضاوت نماید. معظم الله در رابطه با شرط اجتهاد برای قاضی فرمودند: این مسئله محل اختلاف است و جماعتی از فقها معتقد به اجتهاد قاضی هستند و جماعتی دیگر همچون صاحب جواهر الکلام و مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی اجتهاد قاضی را لازم نمی‌دانند. ایشان با تاکید بر لزوم عدالت در تقلید، قضاوت و امام جماعت فرمودند: من چندی پیش مطلبی در رابطه با اجتهاد و تقلید نوشتم که در آن 42 روایت در رابطه با مفهوم عدالت ذکر نمودم که از جمع آن روایات میتوان مفهوم آن را استنباط کرد، اما صاحب عروت الوثقی در تعریف عدالت چنین گفته و من هم بر اساس وفاق و یا به تبع برخی از فقها آن را پذیرفتم که عدالت ملکه است و صرف ترک محرمات و انجام واجبات بدون این ملکه ممکن نیست. آیت الله العظمی شیرازی در توضیح بیشتر مفهوم عدالت فرمودند: عدالت ملکه‌ای است که فردی را به واسطه دارا بودن آن عادل می‌گویند، همچون شجاعت و کرم که ملکه‌هایی هستند که دارنده آنها را شجاع و کریم می‌نامند، اما نتیجه عدالت آن است که انسان گناه انجام نمی‌دهد و اگر هم گناه انجام داد فوراً پشیمان می‌شود و توبه می‌کند. معظم الله در رابطه با کاشف از ملکه عدالت فرمودند: دلیل خاص از روایات داریم که در احراز عدالت زن هم کافی است و لازم نیست علم وجود داشته باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. چرا مقتضای اصل صحت اینه که بگیم استخبارش درست راسته، پس اگه عادلم نبوده شد عادل. این دلیل خاص داره، با استخبار ملکی که بر نمیگرده، اما دلیل خاص داره، دلیل خاص داره. حالا حکم ظاهری، اما متأخرین میگن ما حکم ظاهری نداریم. حسن ظاهر کاشفه، نه اینکه خودش عدالته. حضرت هم گفتن ان تعرفوه به ستر و العفا. فایده نداره. حسن ظاهر خودش عدالت کاشفه، اگر یه جا شک شد نه کاشف نیست. خب اگر میدونیم مشکل، اگر میدونیم مشکل برای فبه، اگر اساس حد جاریه.